جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. درباره مروان عیسی، اینکه او که بود و چه نقشی در اجرای عملیات نظامی حماس داشته، خصوصا حمله 7 اکتبر. سلام و درود. ببینید، اگر حماس در غزه و خصوصا جناح عسکری یعنی عزالدین قسام رو یک بدن ببینیم، سرش از سنوار بوده، مغز متفکر این جنایت، دست راست این موضوع محمد زیف بوده و دست یعنی اون مجری این کار شاید مروان عیسی بوده. اما نظر تشکیلاتی اون نفر دوم عزالدین قسامه، چون از سنوار مسئول حماس در غزه بوده. اما یحیی مروان عیسی که 58 سالشه، او فردی بوده که مجری خیلی از اتفاقات بوده، گرچه این شخص توی لیست تروریست خیلی از کشورهای اروپایی هم وجود داشته. اما بعد از قبل از 7 اکتبر مروان عیسی رو مسئول تسلیحات و هماهنگی میدونستن، اما در 7 اکتبر او به عنوان یکی از طراحان و مجریهای این جنایت شناخته شد. و اسرائیل با دو هفته پیش وقتی او و مسئول تسلیحات رو مورد هدف قرار داد، بسیار برای خیلی از این گروه ها مورد تعجب بود، چون اون رو فردی مثلا خیلی دور میدونستن دسترسی به مروان عیسی رو. و این میتونه واقعا یکی از رسیدن اهداف اسرائیل در غزه باشه، چون همواره میگفتن مثلا شاید به سران حماس اونها نمیتونن دسترسی پیدا کنن. اما الان داریم میبینیم نفر دوم عزالدین قسام که اون مستقیما در این جنایت دست داشته کشته شده، و گرچه بود که اخبار وجود داشت که او مجروح شده، اما بعدن حتی منابع غیر از اسرائیل هم تایید کردن که گروه های حماس دنبال اینن که حتی جنازه اون رو دسترسی پیدا بکنن. اما امروز که این خبر اعلام میشه، هم در صحنه میدانی برای اسرائیل بسیار مهمه، چون یکی از مسئولین بلندپایه و برنامه‌ریزی کننده این جنایت پیش میاد، هم برای اردوگاه جمهوری اسلامی و حماس بسیار سخت و سنگین خواهد. درباره همین تأثیر کشته شدن این عضو ارشد حماس روی آینده جنگ اسرائیل و حماس بیشتر به ما بگید. ببینید، در بعد از 7 اکتبر و ورود زمینی اسرائیل به غزه، خب سنوار عموما فراری بوده، محمد زیف خبرهای اومده بود که مجروح شده بوده. ما داریم میبینیم که عملا دیگه حماس خیلی از سازماندهی منسجمی برخوردار نیست، یعنی موشک پراکنی ها رو نمیتونه انجام بده اینها. اما مروان عیسی کسی بود که همین عملیات های مختلف و کوچکی هم که اتفاق میافتاد رو اداره میکرد. او فردی بوده که بین شمال و جنوب غزه رفت آمد میکرده و گروه های دیگر رو مورد یعنی تسلیحات میداده، هماهنگی ایجاد میکرده. در این شرایط که الان ما داریم میبینیم تزلزل ایجاد شده در ساختار گروهی حماس، کشته شدن مروان عیسی خسارت بزرگی، به دلیل اینی که اونها برنامه ریزی های برای آینده و عملیات های دیگر رو سخت‌تر خواهند انجام داد. مسئله دیگر هم که وجود داره، مروان عیسی کسی بوده که توی آموزش دادن، تجهیز و یعنی درست کردن گروه های کوچک خیلی تخصص داشته. اگر او کشته شده باشه، اونجایی که او کشته شده، اگر از زیف و سنوار حتی اگر کشته هم نشن، چون اونها فراری هستن، اونجا دیگه خیلی شاید حماس نتونه سازماندهی کامل رو داشته باشه. و در همین دو هفته هم اتفاقا دیدیم در تأثیراتی که در غزه داشته، و اسرائیل شاید زودتر به اهداف کامل خودش برسه. متشکرم. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.